پوهان نصرالله سانگزای استاد پانتون کابل اینجا حضور دارن آقای سانگزای خوش آمده. سلامت باشین راهیل شریف با چه پیامی به کابل آمد؟ بنامه خدا با تقدیم سلام مجدد خدمت شما و بیننده های عزیز من فکر میکنم که کدام پیام بسیار جدی و کدام پیام بسیار نو آقای راهیل شریف به کابل نداشته و به طور عام مقامات و همچنان مردم افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان این سفر یک سفر بسیار امیدوار کننده تلقی نکردن و فکر نمیکنم تلقی هم بکنه و حالت بسیار واضح هست که پاکستان در طول سالهای متمادی حتی گفتم میتونیم بعد از سال 1973 با دولت های مختلف افغانستان در مقاطع مختلف فضای را ایجاد کرده که اعتماد کردن برای کابل بر اسلام آباد بسیار مشکل شده امه. شاید هم آقای راهل شریف با پیام نو آمده باشه شاید هم با گفته های نو آمده باشه اما فضای بی اعتمادی بین کابل و اسلام آباد در حد عمیق است که ای چون این سفر ها نمیتونه که اون پیام احد توضیح بکنه چرا سببی ای که اهداف این سفر با. تحقیم شاید هم بر اولین بار باشه که من این خبرنامه را از هرک میخونم در خبرنامه هرک تازه به دست ما رسید میگه که روی سازوکار جلوگیری از فعالیت آزادانه تروریست ها از خاک دو کشور از خاک دو کشور تاکید کردید یعنی به این معنا که هر گال پذیرفته که تو از این سوی مرزم بز بز فعالیت میکنن من فکر میکنم که آنچه مسلم است آنچه دنیا میفهمه و آنچه ثابت هست و است که مرکز اصلی توریسم در منطقه ما پاکستان است و به هیچ وجه افغانستان مرکز توریسم نبوده مرکز توریسم نیست و هیچ فرصت و ظرفیت هم وجود نداره به این معنی که جدا از اینکه حکومت افغانستان یا حکومت های افغانستان به شمول حکومت های گذشته افغانستان مهم. چه مورد تایید یا نه تایید باید باشه که افغانستان در تاریخ سیاستش به خصوص در جریان قرن 20 که بحث تروریسم دولتی دیش مطرح میشه به شدت هیچ نه حامی هیچ دولت افغانستان نه حامی تروریسم بوده و نه هم تروریسم تشویق کرده اما این خبرنامه ما فکر می کنم که اگر منظور ای بوده باشه که فعالیت های رفت و آمد اما ای با این بانا نباید تلقی شود که ما مثل پاکستان مرکز توریسم هستیم متوجه هستین که هر فعالیت تروریستی که در دنیا واقع شده بخصوص بعد سال 2000 شما میبینین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا پاکستانی درش دخیل بوده یا پلانگذاری در پاکستان شده امه. یا حد اقل شخص یک مدت در پاکستان بود یک توریستی که باز بالاخره در یک جای دست فعالیت توریستی زده و می بینیم در جانب مقابلش که هیچ گاهی در هیچ نقطه دنیا شما شاهد از این نیستین که یک افغان در ترور دست داشته بوده باشه یک افغان تر, تر راه بوده باشه و یا آدرس داشته باشه در خاک افغانستان تا مرتکب تروریزم شده باشه در من از به نازم هیچ وجه موافق نیستم که گفته شوه یا تاکید به این که در دو طرفه به اصطلاح خط دیورند, دیورند، جلوگیری صورت امه. بگیره با این موافق هستم که هر نوع فعالیت توریستی ولو در امه. هر جایی که صورت بگیره بر از بین با بردنش باید فعالیت صورت بگیره اما این نباید چون این تلقی شوه که ما معادل پاکستان مرکز توریسم است یک نکته دیگه هم در خبرنامه هر گفته شده که موافقه شد بر روند صلحی که با او بخشی از طالبان که علاقه به مذاکره و آشتی داشته باشن و با کسایی که میخوان خشونت و اعمال توریستی رو دام بدن بعدش یک چوکات برش ترسیم میشه چی میخوای با ما من فکر میکنم که این سیاست رئیس جمهور هست که بار بار گفته که ما با طالبای صلح گفته و گفتگو میکنیم که میخوان قانون اساسی ما را قبول کنه و با ما صلح بکنه نه با طالبایی که جنگ میکنه فکر میکنم عمو جملات است با اندک تغییر اما با عقیده ما پاکستان بازی از, از یک برداشت دیگه داره پاکستان از این توقعات جدا داره و او نشان میده شما شاهد هستین بیننده های محترم ما شما شاهد از این گپ هستن شنیدن که از چند مدت به این طرف طالبا به طور اتوماتیک به دسته ها تقسیم میشن این خودش نشان دهنده از این است که احتمالا اگر صلح میشه شاید با یک جناح صورت بگیره جناح دیگر بگه که صلح نمیخواد و او را باز هم مهار بکنه حلقاتی که در این منطقه وجود داره برای تهدید دولت افغانستان برای گرفتن امتیاز از غرب برای تهدید کشورهای منطقه مثل چین و هند ما فکر میکنم که موضوع جدی هست و ما نباید برای پاکستان چانسی را بتیم فرصتی رو بتیم که ما برای پاکستان باید بسیار واضحی بگویم که ما اعتماد نداریم به این اعتماد زمان به وجود میاد که پاکستان عملاً برای مردم افغانستان نشان بده که صلح بله حالا یک سوال است آقای سانگزای پاکستان چرا نشان بده عملا برای مردم افغانستان که در اف... در این کشور صلح می یا اساسا سوالم قسمی است که پاکستانی ها معلوم است که از ما چی می ما من فکر می که استراتژی پاکستان بسیار واضحی هست برای ما استراتژی پاکستانی هست که متوجه باشین اگر پاکستان شما به تعریف کنین اگر از حالت افراطیگری اسلام بکشنش پاکستان مانا نداره تاسیس پاکستان رو که در زمانی که در هندوستان سیاست عدم خشونت حاکم است پاکستان یک سیاست بر مبنای یک سیاست جداگانه ظهور میکنه این سال 1947 اشکال ای در طول شست و چند سال تغییر میخوره فقط و از دین به عنوان یک حرب استفاده صورت میگیره پاکستان استراتژیک در منطقه بسیار ثابت است دشمن اساسی و استراتژیک پاکستان هند است و بحث معلوم است بحث کشمیر بحث حقوق را که پاکستان سرش ادا داره که جای بحث ما نیست من سرش تمرکز بکنم بنان با در نظر داشت امو آینه خود عیار میسازه یک زمانی که افغانستان با اتحاد شوروی سابق نزدیک بود و هند نزدیک بود بنان اردو ازی پاکستان فکر میکرد که در بین قرار گرفته بخصوصی که افغانستان وارد پیمان های منطقه می نشده بعد سا دهی پینجای قرن 20 پاکستان استراتژی خود از اونجا تره کرد و اون استراتژی است که در کابل باید یا یک دولت ضعیف حاکم باشه یا یک دولت وابسته به با پاکستان باید حاکم باشه و یا حداقل اقل دولت باشه که متمایل به هندستان نباشه حالا یک سوال می از آقای شما سالهای سال در واقع در در دانشگاه کابل درس دادن و در دا این مورد گپ زدن برخی ها به این نظر هستند که ما چرا نیاییم با پاکستانی ها بسیار روکراس گپ نزنیم ما باید در مورد نگرانی های پاکستان در مورد آنچه که به عنوان مشکل میاند کشور است بسیار واضح گپ بزنیم مثلا برخی ها میگن زمانی که رئیس جمهور پیشین می در مورد وزیرستان و در مورد دیوران گپ میزنه زند کننده است زمانی که در مورد چگونگی رابطه ما با ایندی ها گپ زده میشه تحریک کننده است و زمانی که گفته میشه در مورد مثلا در مورد دیوران به یک مشکل باید مردم تصمیم بگیرن الان سوال از مردم چطور تصمیم بگیرن مردم چه تصمیم میگیرن؟ گیرن جدا از که کی سیاست میکنه سیاست مدارا چطور می از بحث دیوران کنار برند تصور کنیم که اگر ما دیورند با پاکستان بپذیریم چی تضمین وجود داره که گام دوم پاکستان هندو کنه ما باید گپ بزنیم یا نذرم چرا نه من فکر می کنم از زمانی که از سال 1947 زمانی که پاکستان تأسیس میشه ما مراحل را تایید کردیم که دولت های افغانستان گفته که ما در مورد دیورند با, با پاکستان گپ میزنیم در سال 1949 زمانی که پاکستان عضویت سازمان ملل متحد کسب میکنه یگانه کشوری که مخالفت میکنه با عضویتش در سازمان ملل متحد و حکومت زمان افغانستان, افغانستان است و استدلالش این بوده که ما این خط به رسمیت نمیشناسیم و گفته که ما از طریق مذاکرات و اصول حقوق بین المللی حل میکنیم این تقریبا تا 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 سالهای 1980 قرن پیشتر هم به همین منوال جریان داشته حکومت های افغانستان اما بعد از او تقریبا مثلا یک زمان میرسه که دیگه روسا وارد افغانستان میشه پاکستان از این موقعیت استفاده میکنه دولت کابل به رسمیت نمیشناسه بعد حلقات در افغانستان حاکم میشه که به شکل از اشکال با با اسلام رابطه نزدیک داره با تعقیبش متاسفانه پاکستان وضعیت را میاره که ما در بسیاری مواقع برش محتاج بودیم مثلا متاسفانه دوستای بین المللی ما هم گاهی وقت افغانستان از آینه که پاکستان دیده مثلا هیچ گاهی یا بسیار روشن با ما سیاست نکرده دوستای بین المللی ما به شمول ایالات متحده آمریکا با یک گونه سیاست دوگانه که هم اسلام آباد باید راضی بسازه و هم کابل راضی بسازه اگر یک زمان رئیس جمهور افغانستان سفر داشته باشه یک مابادش صدر پاکستان دعوت شده به قصر سفید باز متضاد گفته شده این زمینه ازیر مساعد ساخته که پاکستان بحث دیورنده چی که حتی آمادنش گپ پای بسیار کوچک با, با کابل بسیار رک و سریح بگویه ما عقیده ایست که ما مشکلات تاریخی و استراتژیک خوده هم اگر پاکستان حل بکنیم پاکستان بیخواه ما را در چند نقطه بگیره یک مهم. با هند باید ما روابط نداشته باشیم یک کشور بسیار کوچک هم شویم دو پاکستان میخواد که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان مهار بکنه بخصوص خصوص انرژی پاکستان میخواد که ال... روابط دنیا را از آینه باید. خودش با افغانستان تنظیم بکنه بله حالا اگر بخوایم جمعش بکنیم زمانی که صحبت های شما را میشنوم یادم می آید گپ های پیشین که شما هم مشاورش بودن گفته بود که اگر پاکستانی ها و آمریکایی ها واقعا بخواین که در افغانستان ثبات تامین شوه میتونن کار را انجام بدن حال هم قرار در ماه آینده میلادی آمریکایی ها چینی ها پاکستانی ها و افغان ها روی یک دور یک میز بشینن و در مورد ثبات افغانستان گپ بزنن شما به این باور رسیدین که آمریکایی ها و پاکستانی ها به این نتیجه رسن که در افغانستان سلطه یک چیز رکم سر گفتم میتونم است که آمریکایی ها یه عقل دارن که منافع خود حفظ بکنه دیده که امریکای ها در ای بازی با چین آنقدر کنار خواهند آمد که حفظ منافع خودشان هم چینایان هم راضی بسازن و ایران مطمئنا که پاکستان هم راضی بسازن و ما خود در صورت راضی هستیم به خاطر اینکه صلح می‌خوایم دیده شما فکر می‌کنم پیش از وقت اسی قضاوت بکنیم که ای بار آمریکا چی خواهند کرد با دلیل از اینکه این مذاکرات به یک دلیل متفاوت تر از فعلا غیر از او ما زیاد حساب که پای گذشته خواهد بود او این است که یک قدرت جهانی که چین اسی وار وارد این مذاکرات شود دیده شود چی میشه سپاسگزار پوهان نصرای استانگزای استاد دانشگاه کابل از دوردان